محسن رضایی میقاعد در 18 شهریور 1333 در شهر مسجد سلیمان زاده شده و فعالیت‌های سیاسی را از سال‌های ابتدای دهه 50 آغاز کرد. رضایی پس از انقلاب 57 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را پایه‌گذاری کرد و یکی از اعضای هیئت 12 نفری تدوین اساسنامه سپاه پاسداران در زمستان 57 بود. او از سال 1358 تا 1360 نخستین فرمانده واحد اطلاعات سپاه بود و در سال 1360 با حکم خمینی به فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد و تا سال 1376 در این جایگاه ماند. او در سال 1376 وارد دنیای سیاست شد. در همین سال با حکم علی خامنه‌ای به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سال 79 نیز ریاست کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده گرفت. رضایی سعی کرده در دوره‌های مختلف در انتخابات حکومتی شرکت کند، اما تلاش‌هایش از او چهره‌ای همیشه شکست خورده ساخته است. او در سال 78 خود را کاندیدای نمایندگی مجلس کرد، اما موفق به کسب آرای لازم نشد. همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نیز پیش از برگزاری انتخابات کنارگیری کرد. در دهمین انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدها بود و پس از انتخابات به نتایج اعتراض کرد، اما بعد از اعتراض خود منصرف شد. محسن رضایی از سرداران شناخته شده مافیای قدرت حکومت اسلامی است. او نمونه بارز از ناکارآمدی و نبود شایسته سالاری در سیستم جمهوری اسلامی است. رضایی توانسته در بدنه نظام به قدرتی عملیاتی و اطلاعاتی دست پیدا کند و در کنار دیگر برادران خود در سپاه مافیای خصوصی خود را داشته باشد. اما مهمترین مشخصه رضایی در نظر مردم، شرکت همیشگی او در انتخابات حکومتی و شکست‌های مداوم در جلب نظر تعیین کنندگان نتیجه نهایی است. نام محسن رضایی به دلیل روابط مشکوک اقتصادی او با نهادها و افراد مختلف در صف متهمان اختلاس نیز مطرح شده. خانواده او از طریق روابط فامیلی در مصوبات مجلس اعمال قدرت می کنند، با استفاده از عناصر خود در نهادهای امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه از حاشیه امنیتی برخوردار و در سازمانهای ورزشی و مالی دست دارند. محسن رضایی ظاهراً این بار نیز به میدان آمده تا عرصه خالی نماند و قرار است شکستی دیگر به پرونده خود اضافه کند.